سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت سریال ونزدی. این سریال الان که دارم این ویدیو رو میسازم توی 83 کشور دنیا رتبه 1 پربازدیدترین سریال در نتفلیکس رو داره و با 340 میلیون ساعت بازدید در هفته اول انتشارش رکورد سریال استرنجر تینگز رو شکست و به موفقیت‌های بیشتری رسید. توی نظرسنجی خود کانال فیلم بازم نزدیک به 60% مخاطب‌ها گفته بودن عملکرد سریال فوق‌العاده بوده و نزدیک 20% گفته بودن عملکردش خوب بوده. تو این ویدیو با هم دیگه بررسی میکنیم که آیا این سریال ارزش دیدن داره یا نه و یه نگاهی هم به نقاط قوت و ضعف سریال میندازیم. و اینکه این بررسی هیچ اسپویلی نداره، میتونید با خیال راحت ببینید و اینکه بهتره بریم سر وقت کارمون. اول از همه باید بدونید که این سریال اومده برای سرگرم کردن شما. هدف دیگه ای نداره. میخواد یه فضا جذاب بسازه با شخصیت‌های دوست داشتنی و شما برای چند ساعت ذهنتون رو میتونید به این دنیای فانتزی ببرید. نکته جالب اینجاست که این داستان خیلی قدیمی تر از چیزی که فکر میکنید. ونزدی اسم دختریه که قهرمان داستان ماست و یکی از اعضای خانواده آدامز. شاید باورتون نشه ولی این داستان نزدیک به 100 سال سنشه و خیلی ساله که توی صنعت سرگرمی حضور داره و خیلی هم داستان موفقیه. تا الان ده ها فیلم و سریال و داستان کمیک ازش ساخته شده. شاید اندازه سیمپسون ها نباشه توی فرهنگ آمریکا ولی دست کمی ازش نداره. و همیشه گفته که از داستان های تاثیرگذار روی فرهنگ آمریکاست. این داستان زمانی متولد شد که رسانه های خیلی زیادی تو آمریکا نبودش، یعنی سال 1938. توی اون زمان دائم رسانه های آمریکا یه چیزی همش تبلیغ میشد. اونم شهروند تراز آمریکایی. یه چیزی هم که همش روش مانور میدادن یه جمله بود به اسم رویای آمریکایی و دائم میگفتن که یه شهروند خوب آمریکایی باید چجوری باشه. اون زمان توی آمریکا یه آدمی زندگی میکرد که اتفاقا نام خانوادگیش بود آدامز. این آدم یه تناقض تو وجودش داشت، یعنی علاقه داشت به داستانهای ترسناک ولی شغلش این بود که کاریکاتوریست بود. سر همین تناقض این آدم یه داستان جالب رو خلق کرد که از هر نظر پر از تناقض بودش، یعنی یه داستان کمدی که با مسائل ترسناک شوخی میکرد. شما به جای ترسیدن از المانهای ترسناک حالا تو این داستان قراره بهشون بخندی. چیزی مثل قبرستون، جنازه، قاتلهای سریالی، کلن هر چیز ترسناکی تو این قصه خنده داره. و دقیقاً نویسنده این داستان شخصیت‌های این خانواده آدامز رو دقیقاً برعکس اون چیزی ساختش که از رادیو تلویزیون تبلیغ می‌شد، یعنی برعکس شهروند تراز آمریکایی بودن. هر چیزی که پروپاگاندای حکومتی میگفت برای مردم خوبه، خانواده آدامز دقیقاً برعکسش رو انجام میدادن. همین باعث شده بود که این داستان به محبوبیت خیلی بالایی بین مردم برسه. دوران اوج این داستان هم دهه 90 بود. توی اون سال چندین فیلم و سریال از این خانواده ساخته شد که خیلیاتون ممکنه فیلم آدام فامیلی سال 1991 رو دیده باشید. ولی درست با ورود به قرن 21م علاقه مردم به این داستان به این رفت، چون دیگه چیزی به اسم رویای آمریکایی یا مثلا هر چیزی که این داستان باشون شوخی میکرد دیگه تقریبا فراموش شده بودن و یه جورایی این داستان از مد افتاد. برای همین نزدیک به 20 سال بود که دیگه از این داستان خبری نبود. سال 2019 و 2020 هم دو تا کارتون از این داستان ساخته شد ولی از نظر نمره میتونید ببینید که چطور شکست خورده بودن. اما این یکی سریال با تجربه های این چند سال گذشته متفاوته. چه چیزی بهتر از این که این داستان تغییر کنه و مناسب بشه با قرن 21 و از اون طرف کارگردانی این داستان رو بسازه که توی کارنامه‌اش ساخت انیمیشنی مثل عروس مرده رو داره که اون داستان هم شما قرار بود با مثلا چیزهای ترسناک بخندی و این کارگردانم کسی نیست جز تیم برتون، یه کارگردان صاحب سبک هالیوودی که فیلم سوینی تاد، آلیس در سرزمین عجایب، ادوارد دستقیچی و کلی فیلم فانتزی و ترسناک دیگه توی کارنامه این کارگردانه و تو خیلی از این فیلم‌ها با ترس شوخی می‌شد، مثل فیلم دارک شادوز. برای همین بودش که همین سریال ونزدی انقدر سریع تونسته توی آمریکا موج ایجاد کنه، چون اصلا یه داستان قدیمی، مردم این شخصیت رو می‌شناسن. سریال ونزدی یه سریال 8 قسمتیه که میشه یه اسپین‌آف از تمام داستان‌هایی که از خانواده ونزدی دیدیم. حالا دختر این خانواده قهرمان داستان ماست که این شخصیت پر از تناقضه، قشنگ برعکس شخصیت سوره. شخصیت سور به خاطر این دوست داشتنیه، چون یه مرد قوی هیکل خشنه که مغزش مثل پسر بچهای شیطون و مهربونه. این تناقض باعث میشه که خنده دار باشه. این دختر حالا برعکسشه، یعنی یه دختر کوچولوی ظریف که مثلا قراره با نمک باشه ولی مغزش مثل قاتل‌های سریالی کار میکنه. صمیمی‌ترین شخصیتی که میتونید فکر کنید رو این دختر داره. جالبش اینجاست که صمیمی‌ترین دوستش یه دست قطع شده است که اتفاقا عضوی از خانواده‌شون هم محسوب میشه. این دختر هیچ احساسی نداره. روحیش اینطوریه که برای استراحت میره سردخونه، پیش جنازه ها چرت میزنه. 5 more minutes.
داستان از اینجا شروع میشه که ونزدی توی مدرسه با پسرهای سال بالایی به خاطر اینکه برادرش رو کتک زدن درگیر میشه. درگیریش هم اینطوریه که موقع شنا میره استخر، براشون ماهی گوشتخوار میرزه توی آب. برای همین هم مدرسه اخراجش میکنن و پدر و مادرش تصمیم میگیرن که این دختر سرکش رو بفرستن به مدرسه‌ای به اسم نورمور که یه جورایی مثل همون هاگوارتز میمونه. این مدرسه ساخته شده برای آدمهایی که معمولی نیستن. ساخته شده برای هیولاهای طرد شده از جامعه. شاگردهای این مدرسه گرگینه ها، پریای دریایی، خوناشام ها، انواع موجودات وحشتناکن. اولش ونزدی با این مدرسه درست ارتباط نمیگیره، ولی این دختر یه ویژگی هم داره، اینکه وقتی به اجسام یا به یه فردی دست میزنه میتونه رویایی از گذشته اون فرد رو ببینه و ونزدی به طور اتفاقی با این قدرتش متوجه میشه توی این شهر یه قاتل سریالی وجود داره. بر همین تصمیم میگیره که توی مدرسه بمونه و دنبال این قاتل بگرده. اینایی که گفتم تا وسط اپیزود اول بود، بقیه‌اش از این جالب تر میشه. Welcome to the 21st century, Adams. همونطور که دیدین قشنگ توی خود فیلمم بهش اشاره شد که ونزدی به قرن 21 برگشته و واقعا هم توی داستان تیم برتون و تیم سازنده ها به خوبی داستان رو مناسب زمان حال کردن. یکی از ویژگی‌های داستان اینه که درست خیلی داستان خاصی نداره، ولی همین داستان معمایی معمولی تا پایانش میشه گفت که قابل پیش بینی نیست. عنصر اصلی هم که شما رو توی این داستان میخندونه همونطور که گفتم اینه که همه چیز توی داستان برعکسه. ونزدی یه شخصیت سرد و بیروحه، ولی هم اتاقیش یه دختر ناز و پر افاده است که قشنگ اتاقشون رو نصف کردن، نصف شایب سیاه چال میمونه، نصف شایب کودکستان. ونزدی یه دختر کوچولوئه ولی از همه خشنتره، میزنه همه رو داغون میکنه. از اون طرف مدیر مدرسه یه زن درشت هیکله ولی از همه بیشتر لبخند میزنه و قلبش خیلی مهربونه. بازیگر مدیر مدرسه هم بازیگری انتخاب کردن که توی سریال بازی تاج و تخت نقش شوالیه رو بازی میکرد. ولی نکته مهمتر فضای سریاله. تیم برتون همیشه آدمیه که وقتی یه فیلم میسازه همیشه به گریم و لباس‌ها خیلی توجه می‌کنه. اگر هم دقت کرده باشید اکثر فیلم‌های تیم برتون کاندید اسکار بهترین طراحی صحنه و گریم و لباس میشن و بیشتر اوقات هم موفق میشن که برنده بشن. تیم برتون کارگردانی که به فضای فیلم‌هاش خیلی اهمیت میده. این سریال هم دقیقاً همینطوریه. قشنگ از ابتدای سریال حال و هوای شیب هاگوارتز رو براتون می‌سازه. ولی یه مشکلی وجود داره. اینکه اگر از اون کسایی که سریال رو دیدن بپرسید بیشترشون میگن سریال از اپیزود 5 به بعد یه خورده میکنه. دلیلش کاملا مشخصه، چون تیم برتون تا 4 اپیزود اول رو ساخته و از اپیزود 4 بعد فقط تهیه کننده است و نصف سریال رو کارگردانای دیگه ای ساختن. برای همین از اپیزود 5 به بعد فضا و جو خاص سریال که خیلی فانتزی تورن تغییر میکنه و بیشتر جو سریال میره به سمت موضوعات تینیجری و مثلث عشقی که البته بازم جالبه، خیلی هم طرفدار این موضوعن، ولی ای کاش همه سریال رو همون تیم برتون میساخت. شخصیت پردازیا خیلی خوبه، مخصوصا شخصیت ونزدی. از اون بهتر شخصیت دست قطع شده است. هیچ وقت فکر نمی کردم که محبوب ترین شخصیت من تو این سریال همین دست قطع شده باشه. و چیزی که واقعا روی موفقیت این سریال نقش داشته بازی بازیگر نقش ونزدی بود، چیزی که تقریبا تمام منتقدین بهش اشاره کردن. یه شانسی که تیم برتون آورد این بود که برای نقش ونزدی نرفت یه بازیگر بچه بیاره، چون توی تمام این فیلم و سریال هایی که از روی این داستان ساخته شده همیشه برای شخصیت ونزدی بازیگر بچه یا نوجوان می آوردن. ولی این بار جینا اورتگا نقش ونزدی رو بازی کرده که 20 سالشه ولی به خاطر جثه خیلی ریزی که داره مثل بچه‌ها میمونه. اصلا اون صحنه رقصی که الان خیلی معروف شده روی تامنیل خیلی از ویدیوهای یوتیوب می‌بینیدش در اصل بازسازی یه صحنه قدیمی بود که اون زمان توسط بازیگر کودک ساخته شده بود. این سریال یه نقطه ضعف مهم داره، اینکه چون نتفلیکس میترسید این سریال شکست بخوره، چون گفتم دیگه طی 20 سال گذشته این داستان عملکردش خیلی ضعیف بوده. برای همین این شرکت پول خیلی زیادی رو این سریال سرمایه‌گذاری نکرده. به وضوح جلوه‌های ویژه‌اش ارزون قیمته، مثل کارتون میمونه و خیلی جاها تیم برتون برای اینکه پول کافی نداشته تا جلوه‌های ویژه‌اش رو بسازه مجبور شده که کار رو با هزینه‌های کم بسازه. مثلا به جای اینکه هیولا رو نشون بده فقط مجبوره که صداشو پخش کنه، یا مثلا دوربین
به جای اینکه هیولا رو نشون بده، سایه‌اش رو به ما نشون میده. و خیلی جاهای دیگه شما به وضوح متوجه میشید که سریالی رو دارید تماشا میکنید که از نظر هزینه و بودجه زیاد بهش پرداخته نشده و این یکی از نقاط ضعف سریاله. به طور خلاصه این سریال اولش که اومد، منتقدین نمره معمولی بهش دادن و نمرش توی سایت راتن تومیتوز به 60% رسیده بود. ولی بعد از اقبال بیننده ها، همینطوری موج رسانه‌ای که براش ایجاد شده، منتقدین هم شروع کردن نمره بهتری دادن و الان نمرش توی سایت راتن تومیتوز 70% شده. توی سایت آی ام دی بی هم نمره خوبی گرفته و قطعاً سریالیه که ارزش دیدن داره و میتونه شما رو سرگرم کنه. این داستان توی فصل اول به طور کامل تموم میشه و چیزی برای فصل بعدی نمیمونه و این یکی از نقاط قوتشه. ولی سازنده‌ها قول ساخت 4 فصل برای این داستان رو دادن، البته به شکل رسمی تایید نشده، ولی با این اقبالی که ازش شده 100% میسازن و گفتن توی فصل‌های بعدی بقیه اعضای خانواده آدامز، مخصوصاً خدمتکار باحالشون رو هم میارن، خدمتکارشون مثل فرانکشتاین میمونه. برای خود تیم برتون هم شاید بشه گفتش که این سریال یه بازگشت به صنعت سرگرمی بود. بعد از شکستی که سر فیلم دامبو خوردش، به نظر میومد که این کارگردان به پایان خودش رسیده، ولی حالا دوباره به این صنعت برگشته. یه نکته جالبم این سریال داره، اینکه بازیگر کریستینا ریچی که سال 1991 نقش ونزدی رو توی فیلم آدام فامیلی بازی کرده بود، توی این یکی سریال هم حضور داره و این بار نقش یکی از معلم‌های مدرسه رو بازی می‌کنه. یه قطعه موسیقی هم توی سریال پخش میشه که یکی از آهنگ‌های معروف رولینگ استون رو دوباره از اول ساختن که خیلی موسیقی جذابه. لینکشو میذارم تو بخش توضیحات، میتونید گوش بدید، واقعا جالبه. خب دوستان، اینم از ویدیوی معرفی سریال ونزدی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، یادتون نره که لایکش کنید و اینکه امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و خدا نگهدار.